کسی نمیذارم بکشن اینجا. الان هستی پشتم بزن دیوار. سلام میکنم به شما بینندگان گرامی و همراهان همیشگی تلویزیون کانال جدید. دوستان عزیز، بارها تاکید کردیم که مبارزه علیه اعدام یک مبارزه عمومی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. همه ما میدونیم که حکومت جمهوری اسلامی رژیم اعدامه و به چوبه دار تکیه کرده و بدون اعدام دوامی نمیاره. پس برای ما خیلی مهمه که مخالفت خودتون رو اعلام بکنید نسبت به اعدام، تا ما بتونیم هرچه قوی تر در مقابل جمهوری اسلامی سفارایی بکنیم. کمیته بین‌المللی علیه اعدام چند مدت پیش یک کارزار یک دقیقه علیه اعدام به راه انداخته تا صدای اعتراض علیه اعدام به گوش جهانیان برسه. ما از شما ویدیو کلیپ های زیادی دریافت کردیم و این نشون دهنده اینه که خیلی ها در جامعه مخالف اعدام هستند و حالا کمیته بین‌المللی علیه اعدام این فرصت رو در اختیار شما گذاشته تا صدای اعتراض شما به گوش جهانیان برسه. ما نباید نسبت به گرفتن حق حیات از آدم‌ها بی تفاوت باشیم. پس منتظر ویدیو کلیپ‌های بیشتری از شما هستیم. در برنامه نه به اعدام این هفته تعداد زیادی از کلیپ‌های شما رو پخش خواهیم کرد و در عین حال از شما می‌خوام که ویدیو کلیپ‌های بیشتری برای ما ارسال بکنید تا بتونیم رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. منتظر ویدیو کلیپ های بیشتری از شما هستیم. با ما همراه باشید. کاظمی هستم. من میخواستم بدین وسیله مخالفت خودمون با حکم شنیع اعدام اعلام بکنم. ما انسان ها علی‌رغم تمام اختلافاتی که ممکنه با هم داشته باشیم، اما در یک چیز با هم مشترک هستیم، با اون نفس زندگی کردن. هیچ حکومتی نباید اجازه داشته باشه که این اساسی ترین و پایه ترین حق رو از انسان ها بگیره. اگر انسانی مرتکب جرم بشه، بایستی در یک دادگاه مردمی و با بالاترین استانداردهای قرن 21 محاکمه میشه. اما جمهوری اسلامی که در طی 40 سال پرونده سیاهی از تحمیل فقر و بدبختی و جنایت علیه میلیون ها مردم داره، در جایگاهی نیست که بخواد مردم محاکمه بکنه. اعدام قتل عمد دولتی است. زنده باد درخت سبز زندگی. سلام، داوود هستم از سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران. من هم قصد دارم از طریق این ویدیو به کارزار یک دقیقه علیه اعدام بپیوندم. در این شک نیست که حکم اعدام قتل عمد دولتی است. حکم اعدام تولید و بازتولید خشونت در جامعه هست. شما اگه نگاه بکنید به جامعه ایران، جامعه ایران دیگه اون جامعه نیستش که در مقابله با اعدام هایی که توسط جمهوری اسلامی انجام میشه سکوت بکنه. آخرین نمونش رو هم ما در اعتصاب عمومی شهرهای کردستان شاهد بودیم که بعد از اعدام 3 زندانی سیاسی اتفاق افتاد و به طور گسترده‌ای در پاسخ و محکومیت حکم اعدام مردم شهرهای کردستان به طور گسترده‌ای اعتصاب کردند و به طور آشکاری پیام سیاسی به جمهوری اسلامی دادند. حکم اعدام گرفتن جان انسان هاست، تولید و بازتولید خشونت در جامعه است. پس به قدرت مبارزاتی خودمون باور داشته باشیم. ما همونطور که تونستیم حکم ارتجاعی سنگسار رو متوقف کنیم، مطمئن باشید میتونیم با حمایت شما و با حمایت تک تکمون حکم اعدام رو هم متوقف کنیم. سلام، من به عنوان یک ایرانی و مدافع حقوق بشر حمایت خودم رو از کمپین نه به اعدام و نه به خشونت اعلام میکنم و خواستار لغو هر گونه مجازات اعدام و خشونت در ایران هستم. به امید آزادی تمام زندانیان در بند و محکومین به اعدام و به امید روزی که آزادی بیان در کشور عزیزمان ایران وجود داشته باشد. تا
درود بر انسانیت، زنده باد ایران. دام بربریت، جاهلیت اصل نین جزاسده. بگن مدر جامعه‌لرده ایدام ممنوده. Talakalmış rejimler, gruplar, misli rejimi Cumhur-i İslami, Taliban, Daesh, El-Qaida, idamın tərəfdarı adı. Gəlin ələrə verək, deyək, idam məmnun olsun. Yaşasın insaniyyət, məhv olsun cahiliyyət. Mən Nahid Vəfai həstəm. Xəstəm əs tariqin pəyam və kəmpeyni nəbə idam mülhəq bəşəm. و نظر خودم رو در مورد حکم اعدام بگم. به نظر من اعدام خشونت دولتیه، حکمی برای ارعاب جامعه و سرکوب جنبش‌های مختلف درون جامعه از جمله جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و کلاً اعتراضات درون جامعه است. به کمک بسیاری از انسان‌های آزادی‌خواه و برابری طلب در سطح جهان این حکم در بسیاری از کشورها لغو شده، ولی در تعدادی از کشورها این حکم کماکان اجرا میشه که ایران یکی از کشورهاییه که به نسبت تعداد جمعیتش بالاترین آمار اعدامها رو داره. برای برقراری یک جامعه آزاد و برابر، جامعه عاری از خشونت، مهمه که ما به اعدام نبگیم و به جنبش نه به اعدام ملحق بشیم. با سلام، یدی محمودی هستم و من مخالف اعدام. اعدام تنبیه نیست، اعدام برای بازداشتن جامعه از جرم و جنایت نیست. اعدام وسیله در دست حکومت ها برای بزنجیر کشیدن کل جامعه هستش. برای همین باید علیه اعدام به پا خواست و حکومت هایی که اعدام میکنن به هر بهانه باید محکوم کرد و خواهان متوقف شدن اعدام شد. من خواهان متوقف شدن فوری اعدام هستم و میخواهم صدای کلیه زندانیان محکوم به اعدام باشم. یعنی محکومی شهر اربیلی کردستان عراق. نه به اعدام، آری به زندگی. اعدام جنایت هست. اعدام به امر دولتی است. نه به اعدام. اعدام نشانه بربریت است. اعدام یک انسان نابودی زندگی است. اعدام نشانه بربریت است. نه به اعدام. اعدام قتل است. اعدام را متوقف کنید. نه به اعدام. اعدام را متوقف کنید. با هم بگیم نه به اعدام. آری به زندگی. مخالف حکم اعدام هستم. حکم اعدام رو حکومت ها برای پایداری خودشون به وجود آوردند. مردم با اتحاد خودشون در مقابل این حکم میتونن حکم اعدام رو از روی کره زمین پاک کنن. حکومت ها باید بدانن هر انسانی که اونها میکشن به تعداد مخالفان خودشون ده ها برابر اضافه میشد. این تعداد در ایران الان به اون اندازه رسیدن که مردم متحد یک صدا بگن که حکم اعدام باید برچیده بشه. موفق باشید. مرسی. اعدام قتل عمد دولتی است. باید حکم اعدام متوقف بشه. در قرن 21
هیچ کس حق نداره به هر دلیلی آدم ها را حذف فیزیکی بکنه. من مخالف حکم اعدام هستم. به کارزار مخالفت با اعدام میپیوندم و از همه شما که این ویدیو رو میبینین درخواست دارم که به این کارزار بپیوندین، کارزاری که توسط کمیته بین‌المللی علیه اعدام سازمان یافته. کشتن عامدانه انسان در قرن 21 یک جنایت آشکار در حق بشریت و باید سریعا متوقف بشه. جنایتی که اسم قانونی اون هست اعدام. مخالفت با اعدام عین آزادی خواهی و برابری طلبیه و عین دفاع از حق حیات بشره. به این کارزار بپیوندید. Gilbert, I'd like to talk about capital punishment. One of the reasons that people are executed by the government is that they think it may be a deterrent. This has been proven totally false. Now, when a loved one is murdered, you want revenge. And revenge is a very bad emotion. It leads to anger. Anger and revenge, when you combine the two, will lead to something like, yes, we have to execute this person. It does you no good when this happens, because you get more feelings of more anger and you cannot deal with this. I think a better way to deal with this is you forgive the person who did it. Now, he has to be dealt with by society in some form and fashion, but when you forgive somebody, you forget about what they've done and you remember the one that was killed, or your loved one, in a positive way. You know what I mean? میخواهم لب اعدام بگویم، چون کشتن آدم ها به هر دلیلی یک عمل غیر انسانی و کریه است. زندگی حق هر انسانی است که زنده بودن را دوست دارد. دولت ها، مخصوصا دولت ضد انسانی و دیکتاتور جمهوری اسلامی، اعدام را قانونی میداند، چرا که میخواهد خود را زنده نگه دارد. اگر کسی مرتکب جرمی میشود، باید طبق محاکمه عادلانه جرم او ارزیابی شود، ولی نتیجه ارزیابی هیچ وقت نباید اعدام باشد. نه به اعدام. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، عامل کشتار هزارها هزار انسان. من یک آزادی خواهد در بس زایل سیدردنم روژیل جادت جیانه و هیچ کسو لعنی لجه هر بیانویگ دابید ما فی لسن نوی جیانی لمروفکان نیه. سزای لسه داردن یا خود ایدم تاونکاری که نمروفانه و کشتنه که دستان قصدی دولتی و دستالا دارانه دش بمروفکان. دستالا داران و رژیم دیکتاتورکان لکاتک دا که خواهن گورتین تاونکارن بلا هم لجه بیانوی اشتینی تاوان دا دریجه با انجامدانی سزای درندانی لسه داردن دادن. لکاتک دا بلگکان نشانیان داوا که هیچ کات سزای نمرویانی لسه داردن کتایی به تاوان و تاوان باران و دکتاتورکان نهی ناوا بلکو اوا فراهم کدنی جیانی که باشتر و یکسان و عدالتی کمالایتی بمرووکان که زامنی کم کرنو کتایی هنان به تاوان و تاوان کاران لکمالگا دا سزای لسه داردن دا بنچینی دا امرازه که سرکوتی دا سلاداران و مبزلی تنها تو قاندن و ترساندن و سرکوت کردن کومالگا و خنکاندن هر حوله که آزادی خوازانی جمعوری بجمینت و مروه آزادی خواز و شورشگارکانه نک با نهشتنی تاوان و تاوانکاری. هر بایا سزای لسه داردن تاوانکاری که این مروهانی دستی ده سلاتا دش به آزادی و سرچم مروفایتی و پیویست حل و شیط و قدغه بکرد. نویسنده بازیگر و کارگردان تئاتر ایرانی در تب اعدام؟ مگه میشه انسانی زندگی کنه در حال زندگی کردن باشه و مخالف اعدام نباشه؟ مگه میشه یک انسانی، یک آدمی، یک شخصی این حق رو به خودش بده که بتونه جون یک نفر دیگر ازش بگیره و پس بین ببردش؟ من فکر میکنم اعدام یک وسیله در دست دیکتاتورها برای سرکوب و از بین بردن و خفگی جاده خفقان برای مردم.
هر انسان آزادی، هر انسانی که میخواهد در هوای باز نفس بکشد، هر انسانی که نفسهای طلایی بهاری را به درون ریه‌اش میدهد و بعد بیرون میآورد، از اعدام به اعدام کردن مخالفه و در مقابل این قانون ارتجایی حکومت‌های دیکتاتوری می‌ایسته. مرسی. من حسن افسهی، نویسنده بازیگر و کارگردان تئاتر ایرانی در تبعید. سلام، من مهران کرم‌علی هستم، عضو سازمان جوانان کمونیست و خواستم مخالفت خودم را با اعدام که یک قتل عمد حکومتی است اعلام بکنم. ما نمی‌توانیم جامعه آزاد داشته باشیم در حالی که اعدام وجود دارد. و اکنون شاهد این هستیم که از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین خودش و رعب و وحشت در میان مردم استفاده میکنه. و اکنون شاهد اعتراضات گسترده مردم در قبال این امر غیر انسانی هستیم. با سلام، من ستار حیدری هستم. منم مخالف حکم اعدامم، چون معتقدم هر کسی حق زنده موندن داره، کسی مستحق مرگ نیست. از دید من کشتنی عمل وحشیانه و جنایتکارانه است، حالا چه قانونی باشه چه نه. حکومت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی فکر می‌کنن با اعدام و ایجاد وحشت میون مردم می‌تونن صدا و اعتراض مردم رو خفه کنن و در واقع به این روش بتونن بقای خودشون رو حفظ کنن. این حکومت 40 سال با شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی و بیگناه ملت خودش رو به گروگان گرفته. امیدوارم یه روز این حکم در همه جای دنیا متوقف و محکوم بشه. پس نه به اعدام و زنده باد. اعدام یک جنایت فجیعه، همینطور که حزب ما همیشه اعلام کرده اعدام قتل عمد دولتی است، به این عنوان که دولت ها اعدام رو به کار میگیرن برای تحکیم موقعیت خودشون، برای حفظ سلطه 1% یا بر 99% جامعه. در جمهوری اسلامی مشخصا اعدام جنایت به توان 2 هست، چون در اینجا بیگناهان اعدام میشن، مخالفین سیاسی حکومت، کسانی که این بساط فساد و دزدی اسلامی رو قبول ندارن و کوچکترین حرفی علیش بزنن به عنوان مفسد فیورز اعدام میشن. آزاداندیشان، همجنسگرایان، به جرمهایی که هیچ جای دنیا جرم نیست در ایران اعدام میکنن به عنوان کافر، مرتد، بهائیان، اقلیتها، اینها همه در جمهوری اسلامی از جمله قربانیان اعدام بودن. اعدام در ایران باید فوراً متوقف بشه و برای این کار و اولین قدم برای لغو کامل اعدام به زیر کشیدن حکومت جنایتکاران اسلامی هست. ایران خواب با سننده جستم. در اینجا میخوام انزجار و تنفر خود را نسبت به اعدام نشان دهم. اعدام ابزاری است که دولت ها به خصوص دولت های دیکتاتوری در دست دارند برای وجود آوردن ترس و وحشت و دلهوره در میان مردم. این ابزار را به کار میبرند تا بیشتر بتوانند به قدرت ننگین خود ادامه بدهند، بیشتر بتوانند در قدرت بمانند و به کارهای جنایتکارانه خود ادامه دهند. مجرمین را باید مجازات کرد، در این شکی نیست، اما مجازاتی عادلانه که بتواند نتیجه بخش باشد برای جامعه، خانواده و خود مجرم. پس در اینجا اعلام می کنم نه به اعدام و آری به زندگی. ایران خواب با سننده جستم.
من امیرحسین ذوالقدری هستم، فعال برابری جنسی و جنسیتی. فکر میکنم قتل امر نکوهیده‌ایه بین ما انسان‌ها و وقتی قتل توسط یه فرد اتفاق میفته، اون فرد تنها قاتله، ولی وقتی توسط یک سیستم اتفاق میفته، اون سیستم و شاید اون جامعه قاتل یک فرد هستن. بیایم با اعدام پایان بدیم در هر شکلش که هست و به هر نحوی که انجام میشه توی دنیا و توسط حکومت‌های مختلف. من چون خودم هم جنسگرا هستم، میخوام اشاره بکنم به اعدام افرادی که رابطه جنسی دارن با هم در ایران، و این هم تجاوز به حریم شخصی اونها هست، هم قتل اونها توسط یک سیستم و جامعه. سلام، من بهرام کلازاری هستم، مخالف اعدامم. اعدام قتل عمد دولتی است. به نظر من هیچ دولتی و هیچ مرجعی حق ندارد حق حیات را از انسان دیگه بگیرد. متاسفانه در دنیا دولت‌های مثل جمهوری اسلامی علیه مخالفانشان بکار این شیوه رو بکار میبرند و اعدام مربوط به قرون وسطاست. من مخالف اعدام هستم. نه به اعدام، نه به خشونت و جنایت علیه بشریت. اعدام یعنی کشتن انسانیت و با اعدام بذر خشونت در انسان رشد پیدا میکنه. جمهوری اسلامی حکومت دیکتاتوریه که در این عرصه پرچمدار و مقام اول رو در جلوی صف این جنایتکاران داره. باید همگی در سراسر دنیا این جنایت رو محکوم کنیم و بر علیه اون مبارزه کنیم و متحدانه این رژیم رو سرنگون کنیم. پیش به سوی یک جامعه انسانی. زنده باد حکومت انسانی. سلام، من بهرنگ رهبری هستم، خبرنگار مجله شهروند. من نظر شخصیم اینه که با هر گونه اعدام در هر کشوری با هر توجیهی بنا به هزاران هزار دلیل مخالفم، و ما در جهان مدرنی زندگی میکنیم که اینجور قوانین بدوی دیگه نباید توش جایی داشته باشه و دولت‌هایی که دست به این کار میزنن باید توسط بقیه دولت‌ها مورد نکوهش قرار بگیرن و این عمل غیر انسانی هر چه زودتر باید از این کره خاکی رخت ببنده. ممنونم. سلام، من سحر تیام هستم. در رابطه با از بین بردن قانون بربری و کثیف اعدام میخوام براتون حرف بزنم. این قانون در اثر نظام‌های دیکتاتوری، در اثر واقعا توحش دوران بربریت انسان‌ها به وجود اومد به وسیله دیکتاتورها، ولی متاسفانه هنوز که هنوز در قرن 21 متاسفانه به وسیله بسیار از دولت‌ها یا به صورت لوکال و یا به صورت کلی داره هنوز استفاده میشه. برای چی؟ به منظور سرکوب، به منظور خفه کردن صدای آزادگان، به منظور نداشتن جواب برای معضلات جامعه، به منظور این مسئله که با ترس، با رعب و وحشت مردم رو بشونن سر جاشون و به معنای واقعی نذارن مردم از اونا طلبکار بشن. بیاین همه دست به دست هم بدیم بر ضد این نظام کثیف جمهوری اسلامی و بر ضد این قانون کثیف‌تر از خودش اعتراض خودمون رو اعلام کنیم. مرسی. من محسن کرمانشاهی هستم و نظر خودم رو راجع به اعدام خواستم خدمتتون بگم. اعدام رو میتونید که به دو قسمت تقسیم کنید. یکی اعدام سیاسی که واقعا جنایتیه برای اینکه کسی رو که ضد طرز فکر متفاوتی داره، چون آدم قدرت داره بتونه اعدام بکنه شخصی رو، این کار بسیار شنیعه، کار درستی نیستش. مجازات اعدام برای جنایتکار هم به نظر من کار درستی نمیاد، به دلیلی که مجازات برای انتقام نیست. مجازات برای اینه که سایرین بدونن که کار ضد اجتماعی کار درستی نیست و نابود کردن یک شخص به عنوان به خاطر یک جنایتی که انجام داده، اون هم از نظر بشری کار درستی نمیاد، به نظر نمیاد. من خواستم نظر خودم رو بگم. امیدوارم که در جهان این حرکت در مورد همه انسان ها
چیز بشه، ملغا بشه. امیر زاهدی هستم از تورنتو کانادا. علیه اعدام هستم، علیه خشونت هستم، علیه ترویج خشونت به وسیله اعدام هستم. باورمندم اعدام نه تنها مجازات نیست، بلکه ترویج خشونت در جامعه می باشد. اعدام قتل عمد دولتی است توسط جمهوری اسلامی ایران برای ارعاب و ترساندن مردمی است که 40 سال است کمر به نابودی این رژیم اعدام بستند. نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی اعدام. کارزار 1 دقیقه علیه اعدام. از کارزار 1 دقیقه علیه اعدام حمایت بکنید. اعدام یک عمل شنیع و قتل عمد دولتی است. در ایران تحت حاکمیت رژیم جنایتکار اسلامی ده‌ها هزار نفر به وسیله قانون قصاص و قوه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. جوانان ما توسط این رژیم دسته دسته قتل عام شدند. برادر من نعمت نودینیان در سن 20 سالگی توسط رژیم جنایتکار اسلامی اعدام شد. نعمت نودینیان فعال سیاسی و عضو کمیته دانش آموزی کومله در شهر سنندج بود. فراخوان ما به تمام مردم در ایران این است که از این کارزار 1 دقیقه علیه اعدام حمایت کنید. جنبش علیه اعدام در ایران جنبشی قوی و مورد حمایت توده‌های مردم است. زنده باد زندگی، نه به اعدام. با سلام، من فرامرز قربانی به عنوان یک انسان به اعدام نمیگویم و خود را همراه با جنبش علیه اعدام میدانم. پایه‌ترین حق هر انسان حیات است. با اعدام جان انسانها بی ارزش می شود. حکومت‌های مستبد و زورگو برای آن منجلابی که در جامعه وجود آوردند و برای اینکه خود را مبرا کنند دست به این عمل قبیح میزنند و جان و با اعدام چند نفر خود رو میخواهند مبرا کنند. و برای مثال همه ما میدانیم که سپاه پاسداران یکی از عوامل پخش مواد مخدر است و با اعدام چند خرده فروش خود رو میخواهد از این قاعده بدر کند و تقصیرها رو به گردن این چند نفر بندازد. از همینجا مخالفت خود رو با خودم رو با اعدام اعلام می کنم و شما رو فراخوان می دهم به این جنبش بزرگ بپیوندید. اعدام قتل عمد دولتی و کشتن انسانیت است. ما رنگی کمانی های ایرانی مخالف حکم اعدام هستیم و آن را محکوم می کنیم. به امید روزی که در یک جامعه انسانی و برابر ما شاهد حکم اعدام نباشیم.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد، من و همکارم حسین خدایی فر شبها و روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنیم. نمیدارم کسی دیگه به برداشت، من خودم واسه اون خونده هم برای کسی دیگه نمیداریم بکشنیم.